سلام، امیدوارم حالت خوب باشه. امروز من میخوام برم گلندل کامیونیتی کالج، جایی که من اونجا 2 سال درس خوندم، سوسییت دیگریمو گرفتم توی مت و فیزیکس، بعد ترانسفر کردم به کال پولی پومونا یونیورسیتی و از اونجا بچلرزمو گرفتم. حالا میخوام برم گلندل کامیونیتی کالج، از اونجا رو بهتون نشون بدم. حتما کال پولی پومونا یونیورسیتی هم میرم، اونجا هم بهتون نشون میدم، ولی اونجا چون یکم دورتر از خونه ماست، برای من گفتم اول اینجا بیام. اینجا خیلی به خونه ما نزدیکه، یعنی با ماشین تقریبا 10 دقیقه بیشتر راه نیست، ولی یونیورسیتی مثلا تقریبا 45 دقیقه تا 50 دقیقه دور از خونمون. حتما اونجا هم بهتون نشون میدم. اینجا من همیشه از فریوی میام، ولی امروز گفتم از اینجا بیام. اینجا خیلی خوشگله خیابونش. بریم به سمت کالج. کالج از اینجا که میبینین، یعنی از اون سمت خیابون که میبینین، از اونجا دیگه شروع میشه کالج. اینم که پمپ بنزینه، گاز استیشنه، بعد دقیقا مستقیم که برین یکی از پارکینگاش اونجاست، که مستقیم برین به سمت بالا یکی از پارکینگای کالج اونجاست. بعد آره، یکی از پارکینگاش هم که این بره اینجاست، نم یکی دیگه از پارکینگاشه. و دقیقا از این چراغ راهنما که میبینین به بعدش کالج شروع میشه. این الان همش کالجه. البته گلندل کالج، کلا کالج ها خیلی کوچیکتر از یونیورسیتی هن، یعنی این کالج خیلی کوچیکتر از یونیورسیتی که من رفتم، ولی باز خیلی بزرگتر از یونیورسیتی ایرانه. خب من رسیدم به پارکینگش. این پارکینگ خیلی کوچیکه، این یکی پارکینگش، ولی باز اون ورش مستقیم که بریم دوباره یه پارکینگ دیگه داره که پارک سخت بسته است، ولی این پارکینگش نزدیک‌تره. خیلی پارکینگ، خیلی زیاد پارکینگ داره. الان هم که دیگه خلوته، چون که سامره، توی سامر خیلی خلوت تره. خب اینجا که دیگه برای پارکینگ اگه استودنت باشی، برای هر سمستر که 3 ماه میشه پارکینگ پرمیت میگیری. مال کالج دقیق یادم نیست، فکر کنم $100 و خورده ای بود. مال یونیورسیتی ها مثلا 300 و خورده ای هم مال یونیورسیتی بود برای 3 ماه که کارت میگرفتی برای پارکینگ. حالا چون من میخوام دیگه اینطور پی کنم، از اینجا باید پی کنم، که یادم رفته بود که پلاک ماشین رو عکس بگیرم. رفتم عکس گرفتم، حالا برمیگردم چون باید پلاک ماشین رو بزنی. اینم هر 1 ساعتش $1. اینجا ارزون تر از یونیورسیتی، مثلا کال پولی پومونا چیزش گرون تره، مثلا روزانه حساب میکنن، هر روز $7، یعنی ساعتی نمیتونی بگیری، روزانه باید بگیری. اینجا دیگه من زدم پلاک ماشین و کارتم هم گذاشتم، $1 پی کردم برای 1 ساعت. دیگه با کوین هم میشه پرداخت کرد، با کارتم میشه. خب اینم ببرم. تا ساعت 12 تقریبا میتونم ماشینم اینجا نگه دارم. خیلی هم هوا گرمه، شده هوا گرمه. من بذارم اینجا. و برم از این پل بعد رد شم و برم اون بر خیابون. اینجا هم که خیابون، تو خیابونا کنار کالج اینم خیلی ستارباکس، بعد رستوران های مثلا مختلف که سندویچ و پیتزا اینا میفروشن هستن. اینم که باس استیشنه که اینجا، اینم اونورم که یه باسه، بی لاین باسه. بعد خیلی جالبه که کنار همه کالج ها و مدرسه ها، های سکول ها، میدل سکول ها، الیمنتری ها، اینا همش اتوبوس داره برای مردم محل های دور و بر که میخوام برم اونجا. اتوبوس داره و مستقیم مثلا خیلی اتوبوساش، بعد استیشن های باسش خیلی نزدیک به همه،
خیلی راحت با باس یه دلار هم هستش این بیلاین سفیدا، با یه دلار راحت استودنت ها میتونن بیان. خب من از این برم آمدم، من اینجا هم پله داره، از پله هم میتونم سمت بیان. اونجا هم که کالج کمی بودیم، همش کالج دیگه، ولی یونیورسیتی هم میگم خیلی بزرگ تر از کالج ها مثلا. خب اینجا بریم، اینجا خیلی الان خلوته، خب خیلی شروع میشه سمستر های لانگ سمستر، فالو سپرینگ خیلی شروع میشه. اونجا هم که دیگه دارن یه بیلدینگ جدید درست میکنن، یه بیلدینگ ها رو اضافه میکنن. از اینجا هم که بریم دوباره اون پایین هم دوباره رستورانه، ستارباکس. خب اینجا هم که این داخل هم که ماشین ها پارک شده، این هم پارکینگ های استاف هستش، اینجا پارک میکنم. من واقعا وقتی اینجا بس خیلی نزدیک تر کلاس ها، ولی یونیورسیتی که میرفتم با اونقدر پیاده رو، یعنی از یک کلاس بخواستم برم یک کلاس دیگه مثلا تقریبا 25 دقیقه اینا باید راه میرفتم، پیاده روی میکردم. بعد همیشه باید حواسم میبود که تایم کلاس هم خیلی نزدیک هم نباشه که برسم برم هر کلاسی. اینجا که همین که اینجا یکی از ورودی هاشه، چون من اون پارکینگ پارک کردم از این ورودی اومدم تو، و اینجا هم که بیلدینگ های مختلف داره. بعد خیلی جالبه که گلندل کالج هر بیلدینگش یه اسمی داره، مثلا یه بیلدینگش اسمش سان رافائله، یکیش سان گابریله، یکیش سان فرناندوه، هر بیلدینگش یه اسم داره. ولی توی یونیورسیتی اینطور نیست، مثلا هر بیلدینگی مثلا میگن که این بیلدینگ ساینسه، این بیلدینگ ماته، اینطوریه. خب اینجا که اولین بیلدینگی که اینجا وارد شدیم، اینجا میریم تو این ورم که دوباره یه دونه چیز کوچولوه که کافی ها اینا میفروشه که الان تعطیله، میگم چون کلاس اینا خیلی نیست تعطیله. اینجا این توی این بیلدینگ من کلاسای فیزیکم بود، کلاسای فیزیکس و لب های فیزیکس اینجا بود. بریم تا داخلش. بله خب آره دیگه، اینجا کلا بیلدینگ ساینس، بالا هم دوباره کلاسای دیگه ساینس بود. بریم تو، یا یادش بخیر اینجا چقدر من اومدم بر کلاس فیزیکس و لبای فیزیکس. طبقه بالا هم که همش کلاس، کلی کلاس طبقه بالا میره، ولی کلاس فیزیک من اینجا بود، اون اول اونجا بود، کلا جای مختلف بود کلاسم. و الان هم درهای همه کلاس ها بسته است متاسفانه، همه کلاس هم خالیه. خیلی دلگیره وقتی استودنت اینا تو نیستن و خالیه، مثلا کلا مدرسه باشه کالج باشه این فرق نمی کنه، وقتی خالیه خیلی دلگیر میشه. خب بریم از اینجا. من از اینجا سری برم تا چیزم رو ندیدم، پروفسور فیزیکس هم ندیدم، اونقدر که حرف میزنه مثلا میبینه دیگه گیر میده، با اینکه منو حالا ندیده ولی یادش هست. من اونم یکی از لابراتوری بودش که خیلی کوچیک بود کلا جا. خب کلاس خیلی بزرگه، آره دیگه کلاس خیلی بزرگه، 36 نفر 40 نفر اینا تو هر کلاس جا میشن. بیرون
از این بیلدینگ رفتیم بیرون، اون اونجا هم دوباره که میبینین اونجا هم یه بیلدینگ دیگه است، بیلدینگ مت که آره. این هم که بیلدینگ سانتا باربارا است. اونجا هم که بستن، اونجا هم باز لب فکر کنم بر مت آره. من اینجا کلاس متام اکثرا اینجا بود، در اون اینور نمیدونم چرا بستن. آره کلاس مت من اینجا بود، کلاس های مت من در واقع بیشتر کلاس همت من اینجا بود. خب همش بسته است متاسفانه، دراش بسته است بگنه بتون نشون دارم داخلشو. خیلی کلاس های بزرگی هست، کلا کلاس های اینجا خیلی بزرگ هست. این همه چند تا طبقه هم دارن دیگه، اون هم طبقه بالای هم بیلدینگه که ازش بیون اومدن. بیلدینگ ها هم به هم همش وصلن که یه جوری کردن که دیگه دانش آموزا راحت برن و بیان. اینجا هم که مت دیسکاوری سنتر که الان بسته است. باید که همین بیلدینگ ها ببینیم به هم وصلن. بعد اونجا هم دوباره جلوی من که میبینیم اونجا دوباره یه بیلدینگ دیگه هست. کلاس بازه ولی فکر نمی کنم کلاس باشه، نمیدونم، فکر کلاس ها شروع شده. اینجا هم که همه جا از این دستگاه میذارن، خیلی نزدیک به هم میذارن که حالا کافی یا هر نوشیدنی دیگه بچه رو بخوان بگیرن. اینجا هم دوباره کلاس آفیسه، اونورم که همون اونورم که میبینین سمت رایت من همون چیزه، همون کلاس فیزیکی که بهتون گفته. اوه نه نه کلاس فیزیکی اون بر بود، اینم یکی ببخشید آره قاطی کردم، این یکی هم یکی دیگه است، بیلدینگ یکی دیگه، یه بیلدینگ دیگه است. یادش بخیر اینجا چقدر ما چیزایی که می‌خواستیم بکنیم برای لب فیزیک اومدیم اینجا می‌کردیم، چه محوطه باز که می‌خواستیم بکنیم. پله داره میره بالا برای اون یکی بیلدینگ. آره دیگه درست گفتم، آره آره اون بیلدینگ فیزیکه که ادامه پیدا میکنه، اونقدر بزرگه. سمت رایت من هم بودش. این یکی بیلدینگ فکر کنم بیلدینگ سن رافائل، آره آره سن رافائل. اینجا هم بریم داخل. اینجا من کلاس داشتم فکر کنم، آره ولی یادم چه کلاسی بودش. این باز طبقه بالا داره، طبقه پایینش بیشتر آفیس تیچر ایناست، هر چون هر تیچر هر پروفسور در واقع بر خودش یه آفیس داره. اینجا هم که اون دستگاه هم که چیزا مداد و پیپر اینا میشه خرید باش با کوین. الیویتر هم داره. من یادم، آره یادم اینجا طبقه بالا من کلاس داشتم رفتم ولی یادم نمیاد چه کلاسی بود. خیلی هم در سکوت کامله. آره اینجا هم دوباره همش کلاسه، باز طبقه بالا هم داره، این سه تا طبقه داره این بیلدینگه، سه تا طبقه داره. از این ابسرد کنم همشه میزنم. این همش بسته است درش.
بریم اینجا خبر. من وقتی اینجا میمدم، این کالج میمدم، ایرانی خیلی میدیدم. من ایرانی خیلی بود تو کلاس اینا، ولی وقتی رفتم دیگه یونیورسیتی اونجا ایرانی نبود خیلی، یعنی خیلی که چه از کار نبود کلن. فکر کنم مثلا اینکه دو تا فقط تو کلاسم بودن. خب و اینم مبسرد باشم شما باشم خیلی سرد. من همیشه روز اولی که میخواستم بیام مثلا روز اولی که میخواستم بیام اینجا و روز اولی که کلپال پامونم میخواستم برم، همیشه چیز بودم که زودتر باید میرفتم تو کلاس رو پیدا میکردم. تو اونقدر بزرگ بود که دیگه مال کلپال پامونم که من پسند دستم میگرفتم که پیدا کنم کجا باید برم. من بود چقدر افتاده، خیلی هوا گرمه، افتضاح گرم. الان ما طبقه دوم بودیم، باز الان اینا رو به اینا پله رو بریم بالا میشیم طبقه سوم این بیلدینگ ها، این بیلدینگی که ازش تازه خارج شدیم. این هم که یه بیلدینگ دیگه است، یه استودنت بود اونجا فکر کنم کلاس های سامر فکر کنم شروع شده. بعدیم تو سامر من البته از سامر هم کلاس همیشه برمیداشتم، ولی فکر میکنم دیگه کلاس بر نمیدن خیلی. آره خیلی کلاس بر نمیدن از سامر اینا. خب نمیم که اینجاست، این محوطهشه. کلوی گوگلی هم اینا فکر کنم اصلا کلا نرسم این بود همین جا رو برم، ولی سعی میکنم شجا رو برم. آره اینجا الان فالو سپرینگ بشه خیلی خوبه، خیلی شلوغه و اصلا انگار زندگی جریان داره، ولی الان نفر. البته بگم ما مثلا اون روز اول خیلی شلوغ میشه، بعدش کم کم دیگه مثلا سیونتا خیلی دیگه کلاسی ها نمیرن اکثرا، مثلا آره یکی در میو میرن اینا، اون اولش شمیشه میرن که دراپشون نکنن. این بالا هم که میریم بیشتر اینجا مثلا ما انجینیرینگ کلاس انجینیرینگ. آره بعد اینجا که مال هلت بایو هلته، بعد این ورشم بیلدینگ انجینیرینگ. این ورم باز هست، این باله کلم میگم واسه بیشتر مال انجینیرینگ و این هست که من کلاس انجینیرینگ اینجا توی کالج بر نداشتم، توی یونیورسیتی برداشتم ولی توی کالج نه. اینجا باز دور بزنیم همینه دیگه، اینا همینطور این بیلدینگ ها اینطور ادامه پیدا میکنه تا اون تهش این بیلدینگ ها ادامه پیدا میکنه. بعد همینو که تا ته بریم یکی از پارکینگ ها هم اونجاست، یعنی آره دیگه یه ربط داره دیگه که بدونن که استودنت ها پیدا میکنن کلاسشون به کدوم پارکینگ نزدیک تره، اونجا پارک میکنن ماشیناشونو. من اون پارکینگ که اینجاست نبردم، این پارکینگی که این ور چند طبقه است، ولی اونجا فکر کنم اونجا که یادمه باید حتما student permit داشته باشه، parking permit باید داشته باشه که اونجا پارک کنی. اینجا هم که technology center هم بر همین اونجا پارک نکردم. اینجا هم باز اونورم باز داشتم building درست میکردم دیگه. تعداد استودنت ها انگار زیاد شد. خب پله ها بریم پایین. یه
این قشنگ ورزش میده. میگم باز اینجا خیلی کوچیکه نسبت به یونیورسیتی ها، کالج ها کوچیکتر نسبت به یونیورسیتی ها. حالا بریم سمت لایبری. از اینجا که میبینی سمت لفت من دقیقا از این نقطه لایبری شروع میشه، کتاب خونه شروع میشه. میبینیم به سمت جلو، اونجا کتاب خونه شروع میشه. وا یادش بخیر، من اینجا خیلی نشستم در درس میخونم، نه خیلی نشستم اینجا. بین کلاسام که مثلا چیز بودش وقت داشتم اینجا، من اصلا کلاسام یه جور برمیداشتم که دیگه وقت بینشون نباشه. ولی یادم که مال فیزیکسم کلاسم با لبش خیلی فاصله داشت، بعد دیگه من اونجا میشستم تا تموم شه و تا وقتش برسه ببرم. جام از بالا نشونتون بدم. اینم باز از اینجا که رد بشیم سمت رایت من دوباره یه پول داره که باز وصل میشه به همون بیلدینگ فیزیکس. خیلی جالبه دیگه، کلا یک کار کردن که همه بیلدینگ ها به هم یه وصل بشن که دیگه راحت بتونن رفت آمد کنن بچه ها. بریم سمت لایبری ببینیم بازه، فکر کنم باز باشه. لایبری هم خیلی جالبه دیگه اینجا، یعنی اگه student card داشته باشه، یعنی یا student in college باشه یا هر فرق نمی کنه، هر college یا university فرق نمی کنه، studentش باشی لپتاپ میتونی بری بگیری ازشون، بار کنی و مثلا کل اون سمستر از لپتاپ استفاده کنی، بعد میبری پسش میدی اگه لپتاپ نداشته باشی. آها، بعد همشون هم چیز دارن، اینترنت فری دارن، یعنی هم که وارد هر کالج یا هر یونیورسیتی بشی بر اینترنت فری داره و از اینترنتش استفاده میکنی. آره اینجا لایبریش بازه. آها تازه داخل لایبری هم طبق پایینش دوباره کلاسه که کلاس هیستوری من اینجا بود داره. این وقت که میبینی سمت لفت من پرینر گذاشتن و اینا، که این پرینر و اینا بر کسایی که میخوان پرینت کنن و پرینت رنگی اینا، اگه پرینتر ندارن جا میان یا فکس میکنن جا دور جفت جا هم که لایبریه. دو طبقه است، خیلی هم بزرگه. اکثر تکست بوک ها که بچه ها احتیاج دارن اینجا میتونن بارو کنن بگیرن فری و بعد میارن پس میدن دیگه وقتی که احتیاجش نداشتن، چون اینجا تکست بوک کلا خیلی گرونه قیمتاش و دیگه یه جوری به درد نمیخورد که مثلا یه سمستر استفاده میکنی دیگه به دردت نمیخوره، مخصوصا برای درسای جنرال که درسای اصلی میجرت نیست مثل هیستوری اینا. دیگه واقعا مثلا کتاب هیستوری که گرفتم و کتابایی که برای هیستوری گرفتم مثلا بازم نکردم. دارم دیگه چقدر تلخه که اونجا هم که کامپیوتر داره، بعد اونجا هم که روم داره برای چیزای گروپی که اگر مثلا حالا گروپ پروژکت هرچی هست، مثلا ما هم میمدیم اینجا اگر مثلا پروژکت چیزی داشتیم گروپی توی این اتاقا میان در میبندن، مزاحم کسی هم نمیشن، خیلی هم خوب بچه. آره کلی هم دیگه کامپیوتر هم هست، پرینتر کامپیوتر همه چه هست. خب مثلا طبقه بالا هم بهتون نشون بدم. چقدر هم همه جا ساکته. بالا
شما که در نظر بگیرید مثلا یونیورسیتی لایبرش چند برابر اینجا. خب بریم بالا، اون بر که کتاب هاست، این بر میز هاست. میز هم یه جور کردن که مثلا هر کس بر خودش یه اسپیس جداگانه داشته باشه. این بر که اینجوریه. خیلی هم چیز داره دیگه، خیلی جا داره دیگه بر دانش هم میدونم، دانش هم دانش جوا ببخشید دانش هم. اینجا هم که باز کتابه که من از اینجا واقعا کتابش وقت نگرفتم، تکست بوک بارو کردم ولی کتاب نگرفتم، کتاب دیگه مثلا به غیر از تکست بوک نگرفتم. اوه چقدر هم کتابه، بالاشون شماره داره که مثلا هر کدومش مربوط به چه سابجکتی میشه. بنظرم دیگه اونقدر درس زیاد میشه که وقت دادم نمی کنه که کتاب دیگه بخونه. خب بریم اون بر. اینجا هم که رستروم هم اون هم خیلی باحال هم بسیارت موبلی هم قشنگ دیگه، قشنگ دیگه پرایوت پرایوت هست، پرایوت پرایوت هم طبقه بالا هم باز کامپیوتر داره، اگه کسی نمیخواد لپتاپ ایناشو بیاره با اینم. اونجا هم که کنار پنجره باز موبیل دارم، این یه نفر اونجا نشسته بود. اونجا هم که چارجر هم دارم، جای چارجر ببخش که بذاریم. آن پایین هم فکرم خود چارجر هم هستش. آره آره پایین خود چارجر گوشی هم هستش، چارجر گوشی مثلا چارجر گوشی مختلف و لپتاپ اینا هستش پایینه. خب از این دیگه بریم بیرون از اینجا. حالا میگن دختره داره چیکار میکنه، اگه که من اینجا دار دور، اگه که من اینجا دور زد حالا داره میره بیرون. من واقعا کتاب خونم که میمدم مثلا میومدم اگه مثلا چیزی بین گپی بین کلاسام بود میمدم اینجا، نمیدونم چرا نمیتونستم درس بخونم، واقعا نمیدونم چرا نمیتونستم فوکس کنم درس بخونم. این کار فقط من تو خونه میتونم درس بخونم، نمیتونم اینجا درس بخونم، تلاش میکردم ولی نمیشد. بعد دیدی وقت آدم هم نمیگذره ها، هر چقدر میشینه این نگاه میکنه ساعت رو میدی نمیگذره وقت. بعد بعضی اینجا این که دوست دارم مثلا با هم دیگه گروپی درس بخونم ولی من نه، من دوست دارم که یعنی نمیتونم گروپی درس بخونم. این ور باش کتاب بود، خب بریکم یه باش برم فکر کنم یعنی آره یه نفرم اون ور نشسته. خب دیگه خارج شدیم از لایبری برم سمت بیرون. این پایین هم که گفتم دوباره کلاسه، این پلار به پایین دوباره کلاسه، کلاسروم داره، کلاسروم داره
که دارن اینور نگاه کنم. وای خیلی آفتاب، خیلی زیاد آفتاب. خب از این ورم دوباره بری بالا، میگم باز بری بالا به سمت پارکینگ میری، بعد به سمت دوباره بیلدینگ دیگه اونجا هست، اینا که به سمت بالا میرن. اما به سمت پایین میریم که بهتون نشون بدم، بوکستور بهتون نشون بدم که بوکستور همه تکست بوک ها داره، یعنی هر تکست بوکی که هر پروفسور هر چیزی که تو کالج درس میدن این تو بوکستور شما پیدا میکنید. آره بعد بوکستور همینجور داره دیگه، میتونی تکست بوک رو بخری، میتونی رنت کنی، میتونی یوزدش رو بخری، نیوش رو بخری، خلاصا همه نوش رو داره. بعد اینجا مثلا سمستر که شروع میشه، لانگ سمستر، خیلی صفحه طولانی میشه، اون روز اول همه میان تکست بوک میگیرن. برای من هیچ فقط بوکستور تکست بوک نمیگرفتم، همیشه آنلاین میگیرم، از امازون و اینا میگرفتم که خیلی امازون خیلی آره خیلی بهتر بود، ای بوک بیشتر میگرفتم. آره اینجا بوکستوره که آره تیشرت و اینا هم دارم، مثلا تیشرت و اینا که روش نوشته کالج دارن، گانده کالج دارن. اون ورشم که کتابا و این هست. بریم جلوتر، هم که یه دونه آره اینم که اینجا آره اون موقع هم بود. آره این میزا و اینم که اون ور باز فکر کنم آره یه چه مثلا دکه کوچولو هستش، بعد اون ور سندویچ میفروشن، اینا سندویچ سرد اینا که بچه ها بیان اینجا بخورن. ولی یونیورسیتی و داخلشون چیزای مختلف مثل پاندا اکسپرس، سابوی، ستارباکس رو دارن. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردین. قسمت بعدی کالج رو توی ویدیو بعدی بهتون نشون میدم. اگه چنل ما دوست داشتین سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین.